گروه حباب، از گروه حباب میریم. بله بله. از گروه حباب میریم میبینیم و بعد برمیگردیم. یک اون میوزیک ویدیویی که منم بودم وقتی تو آریزونا بودم، تو آریزونا گرفتم. بله، اون یکی از پرخرج‌ترین میوزیک ویدیوها بوده. بله خیلی، فکر کنم پرخرج‌ترین میوزیک ویدیو ایرانی بله. بوده که تا به 70,000 دلار خرج کردم. بله در اون زمان. بله. خب دوستان عزیز، میریم یک میوزیک ویدیو از حباب رو نگاه میکنیم، برمیگردیم با شاهرخ عزیز خواهیم. بی قراره
دوستان بیان درست بکنید چون که لوکیشنش خود خرابه. برای دوستان عزیز همینطور که دیدید در این میوزیک ویدیو چیزی که مشاهده کردید بود که ببینید باید توجه داشته باشین که این مربوط به تقریبا 12-13 سال پیشه. در اون زمان میوزیک ویدیوهای ایرانی همش به قول بچه های توی این بیزنس بشکم بیخ دیواری، یعنی شما میگفتید بیخ یه دیوار رو میسادی، یه کس هم از شما میگرفت و کاری هم نتونستی بکنی، فوقش یه اینطوری نگاه میکردی بالا بعد دست تو اینطوری میکردی اینا. بعد بعضی موقع بعضی ها افشو داشتن بعضی ها افشو نشنشن، ولی خیلی من واقعا تأسف دارم بر اون بند خدایی که تو اون زمان بستی. مثلا به فرض میگم، حالا چون خودم خواننده مورد علاقه خودم هستش، مثلا من نگاه میکنم و ابی رو نگاه میکنم میوزیک ویدیوهایی که بنده خدا مثلا بسی همینطور وای میساده اینطوری میخونده، یا فوقش مثلا از اینجا میرفته تا اینجا میرفته برمیگشته. الان ماشاءالله میوزیک ویدیوها فرق میکنه، ولی چیزی که در رابطه با کار شما ها اینه که در اون زمان شما بینش خوبی داشتید و کارهای نوینی میکردید، آقای شاهرخ نوین، و کاری که میکردن اینه که این بود که مثلا به فرض چیزی که من الان متوجه شدم، حالا بگین اگه درست میگم، این آلات موسیقی که شما استفاده کردین در اون زمان همه جدید بوده، بله، یعنی تازه اومده تو مارکت، همینا رو که خریدید و تو میوزیک